در روز به اصطلاح فناوری و هسته‌ای نظام، آخوند جلاد بر سردرگمی و بن‌بست نظام افزود. برای حفظ حقوق ملت ایران در صنایع هسته‌ای یک گام عقب نشینی نخواهیم کرد. یک دیپلمات سابق ضمن اشاره به بن‌بست و ناامیدی در روز فناوری و تاکید بر سردرگمی هشدار داد مردم ایران از این بازی مذاکرات و امیدهای واهی آن به طرز خطرناکی دچار بی‌تفاوتی شدند و تصور می‌کنند در مذاکرات هر طور شود به نفع آنها نخواهد بود و شرایط آنها نه تنها به سوی بهبودی نخواهد رفت که به سمت وخیم‌تر شدن اوضاع پیش می‌رود. اینا دارن چک و چونه می‌زنن راجع به اینکه سپاه تو تحریم بماند. همزمان معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت بایدن نیروی قدس را تروریستی می‌داند. ادعی بگویند نه حالا سپاه طوری نیست تو تحریم بماند، نه خیلی حرفا نیست. پیش از این عبداللهیان در توجیه ضرورت خارج کردن سپاه از لیست گفته بود ما وقتی میگوییم اشخاص حقیقی و حقوقی، در حوزه اشخاص حقوقی برخی از هلدینگ های بزرگ اقتصادی ما قرار داره، برخی از مؤسسات بزرگ حکومتی ما قرار داره. میخوان مسائل منطقه‌ای ایران و نفوذ ایران از یک طرف و مباحث امنیتی کشورمون رو پیوند بدن با مسائل برجام. اما خامنه‌ای بدون تعارف دخالت در منطقه را شرط بقای نظامش می‌داند. حضور در مسائل منطقه این عمق راهبردی ماست. این بن‌بست و سردرگمی نظامی است که در مرحله پایانی دست و پا می‌زند، اما جوانان شورشی عزمشان را برای نابودی تمامیت نظام جزم کردند.